مأمور پلیسی که گیر یکی از بزرگترین فرقه های آمریکا میفته و مجبور برای زندگی خودش بجنگه. گلاسیا سلام، به پیشنهاد یکی از دوستان که خیلی گفت امروز براتون فیلمی آوردم به اسم لاست شیفت، محصول سال 2014 هستش، معنای آخرین شیفت. باید بگم که فیلم معلوم که سال 2023 ساخته شده، یعنی امسال، یه بازسازی از همین نسخه هستش. منتها خیلی افتضاح، اصلا نمره 51 هم گرفته. در حالی که نمره اصلی فیلم لاست شیفت 58 بوده و خب به خاطر محتوا و ایناش خیلی باحاله، اما نمرش پایین شده به خاطر اینکه یه مقدار صحنه‌های خشونت و این چیزای زیاده و منتقدا گفتن که اغراق شده در موردش. ولی داستان خیلی خفنی داره، مخصوصا اینکه در مورد فیلم‌های فرقه‌ای و این چیزا حرف خوبی به نشون می‌زنه. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به سوال کامل صحنه‌های قشنش هم باشه. با شروع فیلم مأمور پلیسی به اسم جسیکا رو می‌بینیم که توی ماشین نشسته با مادرش صحبت می‌کنه. مادرش نگرانه و همش میگه حواست باشه، مثل پدرت جونتو توی راه پلیس بودن از دست ندی. جسیکا هم نمیخواد پدرش حرف بزنه و با ناراحتی قطع میکنه. بعد میره توی پایگاه پلیس که هیچ کسی توش نیست. صدای مردی میاد و بالاخره با یه مأمور به اسم کوهن دیدم میکنه. حالا میفهمیم که پایگاه پلیس به تازگی به جای دیگه منتقل شده و کلا مأموریت جسیکا اینه که به این پایگاه قدیمی میاد و امشب ازش محافظت کنه. چون یه دختر تازه کاره، کوهن میگه نگران نباش، همه تلفن ها رو به پایگاه جدید دایور کردیم. تو فقط حواست باشه کسی دزدکی نیاد تو. تو یه سری مدرک جرم آوردن اینجا و امشب قراره برای انتقالش چند نفر از مرکز بیان. فقط اینجا باش تا اونا بیان و این مدارک رو ببرن. حواست هم به اطراف باشه و به هیچ وجه هم سمت سلول های زندانمون نرو. خلاصه کوهن میره و جسیکا هم داره کتاب میخونه که خوابش میبره. یه لحظه باشه این در صدای بلند میشه که میفهمه یکی از چراغا داره اتصالی میکنه. تلفنم زنگ میخوره و وقتی جواب میده زنی با وحشت پشت خط و میگه هر کی پیشم بود مرده. جسیکا سریع میخواد آدرس زنو بگیره که کمک بفرسته، اما تلفن قطع میشه. اونم با نگرانی به مرکز زنگ میزنه که قضیه این تماس رو بگه، اما چون اطلاعاتی کلا از زن نداره کسی کاری انجام نمیده. حالا صدایی از طرف سلول های زندان میاد و جسیکا بی توجه به اختار کوهن میره سمتشون. سلا قطع میشه و هیچی هم اونجا نیست. مدتی میگذره و جسیکا داره یه ساندویچ میخوره که یه دفعه موی بلندی از دهنش بیرون میکشه و حالش بد میشه. سلای دیگه میاد و یکی در میزنه که وقتی جسیکا چک میکنه هیچ کسی اونجا نیست. اما همین که برمیگرده مردی رو داخل پایگاه میبینه. با نگرانی میاد تو و میفهمه که این مرد در حال دستشویی کردن روی زمینه. برای همینم باتومش رو میکشه و به زور مرد بی خانمان رو میندازه بیرون. بعدم زمین رو تمیز میکنه و با دیدن یه جفت کفش به خیال اینکه برای همون بی خانمانه میذارتشون جلوی در. دوباره صدای عجیبی از داخل پایگاه میاد. میره سمتش که به رختکن میرسه و متوجه میشه که یه دونه از کمدا روش کلید مونده. با کنجکاوی بازش میکنه که توش عکسی از بچگی خودش تو آغوش پدرشه. با بستن کمد میفهمه همه کمدهای دیگه باز شدن و بیشتر میترسه. بازم تلفن زنگ میخوره و همون زن قبلیه. جسیکا اسمشو سریع میپرسه و مینویسه. زن وحشت زده است، میگه چند نفر دنبال منو، باز قطع میکنه. یه بار دیگه تلفن زنگ میخوره و این بار که جواب میده از مرکز پلیسن. بهش میگن امشب یکم کارمون طول کشیده و دیرتر میایم که مدارک جرمو جمع کنیم، همونجا بمون. جسیکا هم از اینکه بیشتر بمونه حسابش داغون میشه و بعد وصل شدن به قسمت تماس ها به مرکز در مورد تماس دوم اون زن اطلاع میده. اسمش هم بهشون میگه تا بررسی بکنن. مرکز بهش میگه جالبه، چون این زنی که میگی مستقیم داره به شماره خود پایگاهتون زنگ میزنه. دفعه بعدی بگو شماره تماس اضطراری یا همون 911 رو بگیره تا بتونیم خطش رو ردیابی کنیم. جسیکا هم قطع میکنه و همینطوری نشسته که یه دفعه کمد پشتش حرکت میکنه. برمیگرد و چیزی نمیبینه، اما به محض اینکه اون طرف رو نگاه میکنه دوباره کمد حرکت میکنه و جسیکا که ترسیده از اتاق میره بیرون. بازم صدای عجیبی میاد و میره طرفش که میفهمه یکی از درها شکسته. میفهمه یکی دزدکی اومده داخل و بعد اینکه سری به مرکز گزارش میده میره طرف صدای جدید. از بیسیمش به جای اپراتور صدای چند نفر میاد که دارن یه آهنگ میخونن و یه دفعه چراغ خاموش روشن میشن و جسیکا با اسلحه سمت اتاق میره که پر سر و صداست. جعبه میفته و با نگاه به بالا سرش همون مرد بی خانمان رو میبینه که دنبال چیزی میگرده. هرچی جسیکا میگه بیا پایین، گوش نمیده و در آخر مجبور میشه با زور دستگیرش کنه. بعد میبره سمت سلول زندان که یه دفعه در رو جفتشون بسته میشه. صدای جیغی هم از بیرون میاد. همین لحظه بی خانمان میخواد از دستش در بره که دختر مجبور میشه بهش شوکر بزنه. حالا جسیکا از اینکه تو سلول گیر کرده خیلی میترسه و برقا هم قطع شده و کسی نیست کمک کنه. یه دفعه یه چهره وحشتناک بیرون در میبینه که باعث میشه چراغ قوهش بیفته و خیلی بترسه. یه دفعه یکی چراغ قوه رو برمیداره. جسیکا به بی خانمان میگه اگه نندازیش بهت چلیک میکنم، اما چراغ قوه گوشه اتاق رو نشون میده که بی خانمان افتاده و مشخص یکی دیگه اونو برداشته. جسیکا میگه کی و یه دفعه طرف با صدای بچه جوابشو میده و جسیکا میپرسه تو هم دوست داری اینجا زنده بیرون بری؟ جسیکا میگه چراغ قوهمو بده و یه دفعه همه جا تاریک میشه. یه لحظه نور میاد و پشت جسیکا دو تا آدم وحشتناک میبینیم که روی سرشون یه دونه کیسه کشیده شده و باز چراغ قطع میشه. این دفعه همه برقا وصل میشن و در سلول هم
بازه. جسیکای وحشت داره سری میره بیرون و سعی میکنه به خودش بفهمونه که همه اینا الکی هم و نباید بترسه. سعی میکنه به مامور پلیسی که اول دید یعنی کوهن زنگ بزنه و کمک بگیره، اما اونم جوابی نمیده. متوجه میشه روی سقف نوشته شده بکار. جسیکا یکم خودش رو جمع جور میکنه و بلند میشه تا همه درهای پایگاهو ببنده. متوجه زن بلوندی میشه که جلوی در وایستاده و سیگار میکشه. بهش میگه از اینجا برو، اما زن میگه بذار سیگارمو بکشم بعد میرم، چون اینجا احساس امنیت میکنم وقتی کنار پلیسم. اونم قبول میکنه و میخواد بره داخل که بلوند بهش میگه من یه مدت پیش اینجا تو زندان بودم، تو سلول کناری معروف ترین فرقه قاتل شهر، یعنی فرقه پیمان، گروهی که دخترهای بیچاره ای رو سلاخی میکردن و وقتی افتادن اینجا توی زندان همشون با همدیگه خودکشی کردن، یه مرد به اسم جان پیمان و دوتا خواهرش. جسیکا هم میگه من میدونم، چون پدر خودم کسی بود که برای اولین بار رفت سراغشون، البته که اون عوضی ها پدرم همونجا کشتن و بعد پلیسا گیرشون انداختن. زن بهش میگه خیلی گروه عجیبی بودن و اون موقع یادمه که همش توی سلول کناری آهنگای عجیب میخوندن، بعدم خودشون رو با ملافه از سقف آویزون کردن و کشتن. خلاصه که سیگارشو خاموش میکنه و برای تشکر از جسیکا از اونجا میره. اونم شروع میکنه به گشتن اتاقهای دیگه که یکی از تلویزیونا یهو روشن میشه. فیلم بازجویی جان پیمان رهبر این فرقه تو شو داره از قتلهای وحشیانه خودشون صحبت میکنه. تلویزیونای دیگه هم روشن میشن و یکیشون فیلم بازجویی خواهر قاتلم نشون میده که جزو همین فرقه بوده. یه لحظه فیلم صحبت کردن جان پیمان رهبر اصلی فرقه را نزدیک میبینیم، همینطور صحبت خواهرش که هر دو دارن در مورد شیطان و وجودش صحبت میکنن. اینا جوری هن که انگار دارن مستقیم با جسیکا حرف میزنن. یه لحظه صندلی های اتاق حرکت میکنن و یه لحظه انگار یه آدم وحشتناک روشونه. در آخر هم جسیکا رو میندازن زمین و از حال میره. بازم تلفن زنگ میخوره و چشماشو باز میکنه و همون زنه. میگه همه دوستام این دفعه کشته شدن، کسایی که این کارو کردن دارن یه آهنگ عجیب میخونن. جسیکا میگه زنگ بزن به 911، اما اون نمیتونه و در آخر جسیکا ازش میپرسه اونجا اسم جان پیمانو شنیدی یا نه. زنم میگه آره و قطع میکنه. حالا جسیکا داره کم کم میفهمه که احتمالاً یه سری طرفدار همون فرقه جان پیمان و خواهرش هنوز زنده موندن و الان رفتن سراغ این دختره. برای همینم زنگ میزنه به مرکز و همین قضیه رو بهشون میگه. اما اپراتور میخنده و تاکید میکنه که اونا همه کشته شدن، نگران نباش، طرفدارایی که داشتن هم کلا چند نفرن که همشون توی زندانن. برام میگه ولی اگه اطلاعات جدید گرفتی به خودم واسه حتما بهم بگو. جسیکا قطع میکنه و صدای سوت زدن کسی رو میشنوه. وقتی میره طرفش توی اتاق کلی صندلی پخش و پلان. یه لحظه روش اونور میکنه و این دفعه همه صندلی‌ها به شکل عجیب رو هم چیده میشن. حالا جسیکا فکر میکنه پلیسای دیگه دارن اذیتش میکنن چون تازه کاره و میگه باشه شما بردید بس دیگه. یکی در میزنه و جسیکا مامور پلیسی رو بیرون میبینه. به خیال اینکه همه چیزی هم مسخره بازی بوده به مامور میگه حالا تنهایی اذیت هم کرد یا یکی هم کمکت کرد. مامور نمیدونه جریان چیه و میگه من اسمم پرایسه، از مرکز اومدم بهت سر بزنم، اصلا نمیدونم چی میگی. جسیکا هم باز نگران میشه و در باز میکنه. شروع میکنم به صحبت و همه چیو به پرایس میگه. صمیمی‌تر میشم و جسیکا هم یکم آروم‌تره. پرایس میگه من پدرتو میشناختم، اصلا همکار هم بودیم، همون روزای اول دوتایی رفتیم فرقه جان پیمان گیر بندازیم. وقتی رسیدیم خونشون صدای دخترایی رو میشنیدیم که برای نجات التماس میکردن. دوتایی رفتیم داخل و در حالی که بابات با قاتلا میجنگید من چند تا از دخترها رو نجات دادم تا نیروی کمکی بیاد. اون شب دوتا از پلیسامون مردن که یکیشون پدرت بود. بعدم میگه پدرت خیلی پلیس خوبی بود و مطمئن باش الان بهت افتخار میکنه. جسیکا هم لبخند میزنه و حالا حالش خیلی بهتره. تا وقتی پرایس میخواد بره و همین که میچرخه یه سوراخ بزرگ روی سرش میبینه. پرایس همون مأمور دومی بوده که توی عملیات کشته شده و این روحشه. جسیکا وحشت زده متوجه ناپدید شدن پرایس میشه و دوباره خیلی میترسه. بازم صدا میاد، منتها این بار از همه جای پایگاهه. از روبروش یه جنازه روی زمین داره کشیده میشه که یهو به شکل ترسناکی بلند میشه و با پلاستیک روی صورتش میاد سمت جسیکا. اونم اسلحه‌شو میکشه اما جنازه هم ناپدید میشه. حالا صدای فریاد مرد بی خانمان توی سلول میاد. وقتی جسیکا میره طرفش بی خانمان خواهش میکنه که بذار بیام بیرون چون خیلی از اینا میترسم. جسیکا میگه از کیا میترسی و با حرکت بی خانمان سه تا آدم ترسناک میبینه که از سقف آویزون شدن و میلرزن. انگار جنازه همون جان پیمان و خواهرش که توی سلول خودکشی کردن. جسیکا وحشت زده میگه اینا واقعی نیستن. بدون باز کردن در از اونجا میره بیرون. با سرعت میاد به اتاق دیگه که متوجه هفت تا دختر میشه که جلوی آینه نشستن. دارن یه آهنگ میخونن و وقتی سرشون رو میچرخونن برخلاف تصویر توی آینه همشون یه پارچه ترسناک روی سرشونه. یه دفعه در اتاق بسته میشه و همه ناپدید میشن. این دفعه صدایی از اتاق مدارک جرم میاد و وقتی میره داخلش میبینه همه چیز به هم ریخته.
یه دفعه میاد پیش تلفن و دوباره به کوهن زنگ میزنه. اون از خواب بیدار میشه و با عصبانیت میگه چته چرا انقدر زنگ میزنی؟ جسیکا هم میگه اتفاقای عجیبی داره میفته و منم نمیتونم دیگه اینجا بمونم. کوهن مسخرهش میکنه و میگه یکم دیگه بمون شیفت تموم بعد برو. برام قطع میکنه و جسیکا یه تماس با مرکز میگیره و به مامورا اطلاع میده که وقتی برای بردن مدارک جرم اومدید من توی ماشین جلوی درم، نمیخوام دیگه این تو بمونم. بیاید اونجا و سلام کنید. بعدم از پایگاه خارج میشه که تلفن دوباره زنگ میخوره. باز برمیگرده داخل و همون زن پشت خطه میگه من از اونجا در رفتم و وسط اتوبانم. جسیکا پشت تلفن نگهش میداره که زنگ بزنه مرکز، اما زن تلفن رو قطع میکنه. وقتی مرکز جواب میده همون اپراتور قبلی تلفن رو میگیره و اونم بهش میگه اسمی که بهم دادی رو بررسی کردم. این زنی که میگی خیلی وقت مرده. آخرین قربانی خانواده پیمان بوده که اونو وسط خیابون با چوب انقدر زدن تا مرد. بعدم به جسیکا میگه شاید چند تا از آشناهای جان پیمان دارن اذیتت میکنن و هی زنگ میزنن، توجه نکن. مطمئن با جون تو خطر نیست، فقط از زمان مرگ پیمان ما تو اون پایگاه یه سری سرسلای عجیب داشتیم، برای همین هم اصلا جاشو تغییر دادیم. با قطع کردن تلفن یه عکس پشت جسیکا میفته. میرو برش میداره که عکس زمان قتل پدرشه. چند تا عکس دیگه هم از قربانی های دیگه خانواده پیمانه و جسیکا چشمشو میبنده که خودشو آروم کنه و بفهمه همه چیز علکیه. اما وقتی باز میکنه عکس‌ها نه تنها بیشتر شدن، بلکه با یه نظم خاصی هم کنار همن. یه دفعه همه آتیش میگیرن و جسیکا هم از حال میره. چشمشو که باز میکنه تلفن زنگ میخوره و مادرش به خاطر حرفی که اون اول فیلم در مورد پدر زد معذرت میخواد. جسیکا هم میگه اب نداره، میفهمه اسلحه‌اش گم شده. با وحشت بیشتر بلند میشه و یه نفر رو در حال راه رفتن میبینه. میوفه دنبالش که یه دفعه زنی باباتون میزنه توی سرش. وقتی چشماشو باز میکنه تو اتاق بازجویی پایگاهه. همون زن هم جلوش نشسته و جسیکا فکر میکنه باز توهم زده. اصلا نمیدونه این زن کیه. زن شروع میکنه به صحبت و میگه من برای جان پیمان حاضر بودم همه کار بکنم. اون باید منو با خودش میبرد. امروز سالگرد مرگشه و به احترامش میخوام این کارو کنم تا برم پیشش. یه دفعه اسلحه جسیکا رو میذاره روی سرش و جلوی اون خودکشی میکنه. جسیکای وحشت زده اسلحه رو برمی‌داره و وقتی تلفن زنگ میخوره دوباره میره سمتش. بازم همون زن و این بار جسیکا میگه تو مردی، بس کن انقدر زنگ نزن. زن شروع میکنه به خندیدن و یه دفعه انگار چند نفر با چوب میزنش تا بمیره. با قطعی تلفن میستکون میخوره و زیرش روح همون زنیه که پشت تلفن بود. با قیافه داغون به خاطر ضربه هایی که خورده و جسیکا با وحشت قایم میشه. روح زن میاد سمتش و میگه من نمیخوام بمیرم، کمکم کن، و بعد ناپدید میشه. جسیکا دیگه خسته است و میخواد بره بیرون، اما در قفله. هرچی هم شلیک میکنه شیشه نمیشکنه و تلفنش هم زنگ میخوره. صدای پشت خط باعث میشه خوشکش بزنه چون پدرشه. پدر بهش میگه من جونمو برای این کار دست دادم، حالا تو میخوای در بری؟ جسیکا میگه ببخشید، و پدر میگه اون مردی که منو کش هنوز همونجاست، باید انتقاممو بگیری. جسیکا قصد میکنه و یه رفع متوجه مرد بیخانمان پشتش میشه. میره طرفش و با دیدن چشمای قرمز و نابود شده اون وحشت میکنه و میفهمه اینم توهمه. برای همین میدوه سمت سلول بیخانمان و میبینه که خودشو مثل خانواده پیمان دار زده. روی دیوارم نوشته پادشاه جهنم. بیسیم جسیکا هم کار نمیکنه و فقط صدای آهن خوندن ازش میاد و یه رفع ازش خون بیرون میزنه. کنار جسیکا یه روح دیگه میاد. جسیکا دیگه قشنگ داره دیوونه میشه و روبروی خودش پیمان برات خواهرش رو میبینه. یه آهنگی میخونن و خودشون رو دار میزنن، اما جنازه‌شون باز زنده میشه و رو به جسیکا فریاد میکشن. طرف دیگه سلولم پرایس ظاهر میشه و دستش مثل تفنگ سمت دهنش میگیره و یه رفع مغزش رو میپاچونه. جسیکا فرار میکنه و وسط راه دوباره عکس پدرش رو میبینه. بازم تلفنش زنگ میخوره و پدرشه و میگه مواظب باش دارم میان. از پشت جسیکا چند نفر با ماسک عجیب سر میرسن و جسیکا بهشون شلیک میکنه. اونا هم یه جا پناه میگیرن. جسیکا دیگه خیلی رد داد و میوفه دنبالشون. موفق میشه دوتاشون رو بکشه و نفر سوم هم که روی زمینه با شلیک کارش رو تموم میکنه. اما یه دفعه یکی به خودش هم تیر میزنه. از پشت جسیکا کوهن با اسلحه‌ای به دست میاد. جسیکا تازه میتونه حقیقت همه چیزو برای اولین بار ببینه. میفهمه همه کسایی که کشته همون مامورای پلیسن که برای جمع‌آوری مدارک اومدن. کوهن به مرکز اطلاع میده که جسیکا روانی شده و همه رو کشته. جسیکا هم شروع میکنه به خوندن آهنگ فرقه پیمان و اون سه نفر یهو جلوی ساحل میشن. کیسه سر جسیکا میکشن تا با خودشون ببرنش و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. لاست چیف یه صحنه های جامپ اسکر خیلی بدی داره که یعنی وقتی تنها ببینیدش واقعا میترسید، مخصوصا حالا اون جاهاییش که اون روحا رو نشون میده و اصلا گیریم و کلا سبکی که دارن یه سبک خاص و خیلی باحال و خفنه. حرف که بعد در موردش بزنیم در مورد پایان فیلمه.
پایان فیلم اون کوهن رو دیدیم که اومد جسیکا رو کشت و زنگ زد به مرکز خبر داد و خیلی هم معتقدن که خود کوهن با همین کلا خانواده پیمان دستشون توی یه کاسه بوده و هم آشنایی داشتن. اصلا برای همین جسیکا رو کشونده اینجا و این بوده که زنگ زد جسیکا بیاد اینجا کار بکنه برای امشب، به خاطر اینکه سالگرد حالا قضیه پیمان بوده و می‌خواستن که یه سری خون بی‌گناه رو این زمین تلس شده بریزن که در نهایت شاید در آینده بتونن پیمان رو برگردونن و کلا می‌خوام میراثش رو زنده نگه دارن، می‌خوام این فرقه هیچ وقت نمیره. برای همینه که حتی اون اپراتور پشت تلفن هم میگه شاید یه سری از پیروانش هنوز زنده مونده باشن و اونا میخوان اذیتت کنن. در اصل آره، همین کوهن یکی از پیروان اون بوده و اصلا برای همین جسیکا رو کشیده اینجا که همچین کاری رو انجام بده. و الا قطعا هر پلیسی که باشه وقتی میدونه که تو همچین پایگاهی پدر یه دختر کشته شده، قاتلای پدرش اینجا بودن و قطعا یه شرایطی برای دختر میسازه که کلا روحیه و لحاظ روانی بره به فنا، کلا نابود شه همه چیش. وقتی که همچین سایه رو بدونن هیچ وقت نمیاد که مثل جسیکا رو استخدام بکنن که همچین شرایطی نگهداری بکنه. ما توی کل فیلم داریم با یه فرقه آشنا میشیم که دوست دارن بقیه رو شستشوی ذهنی بدن و در نهایت یه کاری بکنن که کلا به بدترین شکل ممکن طرف بمیره. چه کاری که با دخترها میکردن، چه کاری که الان دارن با جسیکا انجام میدن. یعنی شاید از همون اول میتونستن این پیمان، حالا روحهای دیگه که اینجا هستن، این دختر بگیرن، ولی اول میخواستن به اون شکست روانی برسه، اول میخواستن کلا یه کاری کنن که نتونه فرق رویا و واقعیت رو تشخیص بده، به جایی برسه که وقتی یکی دیگه از پیروان پیمان، همون دختر جلوش نشسته، اصل هر موزه رو سر خودش، بازم جسیکا باور نکنه که اصلا این واقعیه یا نه، هیچ تلاشی برای جلوگیری ازش نمیکنه و همونجا میشینه و نگاه میکنه که چجوری زن خودش رو میکشه. برای همین کلا میگم سبک کارشون اینه که اولش شستشوی ذهنی میدن و یه شباهت خیلی خیلی زیادی به چارلز منسن داره این آقای جان پیمان. چارلز منسن هم که قطعا میشناسید، یه فردی بوده که یه فرقه خیلی بزرگ برای خودش تربیت میکنه که میخواستن براش هر کاری بکنن و به بهونه اینکه میخوان کلا جلوی سرمایه‌داری و کلا پیشرفت دنیا و یه سری چیزهایی که داره فقیرها رو بدبخت‌تر میکنه رو بگیرن، میرفتن یه سری آدما رو میکشتن. بزرگترین قتلشون هم قتل شارون تیت بوده که یه بازیگر بود و 8 و نیم ماه حامله بود، یعنی کلا 15 20 روز دور بچه‌اش به دنیا بیاد. این زن رو میرن توی خونه خودش با همراه بچه‌اش میکشن. شارون تیت هم همسر پولانسکی بود، یه کارگردان خیلی معروف توی هالیوود و کلا میرن اینو میکشن، اصلا به خاطر همین معروف میشن. فیلم وانس اپان ا تایم این هالیوود اگه ببینید در مورد همین قضیه هستش، ولی خب یه جور دیگه تمامش میکنه، یعنی کلا کوئنتین تارانتینو میاد فیلمو یه جوری نشون میده که انگاری در آخر یه نفر میتونه جلوی این قتل رو بگیره و شارون تیت زنده میمونه. کلا خیلی سبک فیلمش باحال، اگه دوست دارید حتما تماشا بکنید. دیگه اینکه فیلمش هم اصلا داستان واقعی نیست، ساخته ذهن نویسنده است، ولی خب الهام گیریش از همین خانواده چارلز منسن بوده. کلا حتما توی کانال زاپا سابسکرایب بکنید، یه ایده خفن دارم توش میخوام به زودی اجرا کنم و معرفی یه سری فیلم خفن میخوام توش انجام بدم، حتما داشته باشیدش. توی این پستم لایک کامنت ساب یارتون نره، خیلی دوستتون دارم، حتما پیشنهادتون رو بنویسید بس همین دوستمون که تو کام یه هفته نشده الان فیلمی که گفتم میذارم. فیلم معلومو نذاشتم بخاطر اینکه میگم نمرش پایین تر بود، تصمیم گرفتم نسخه اصلیشو بذارم. دیگه اینکه روزتونم بلاسی.